امروز آفتاب چهارمین روز ماه رمضان در هرات غروب کرده، روزی که هر روز آن از اذان صبح تا اذان شام چیزی نزدیک به 15 ساعت را در بر می‌گیرد. اما شماری از باشندگان هرات از عدم هماهنگی‌ها میان مساجد در گفتن اذان صبح و شام انتقاد کرده و می‌گویند بسیاری از مساجد 5 تا 15 دقیقه با اختلاف اذان می‌دهند. خود من شخصا می‌بینم که مسجدی که محل ما هست تایم زمان اذان دادن از او با مسجدی که چند صد متری از ما دورتره بسیار تفاوت داره و این هماهنگی باید کنترل بشه. بین مساجد باید هماهنگی درستی باشه در وقت اذان افطار و حتی اذان بامداد صبح. چرا وقت صبح هر کدام اگه جلو و دنبال اذان میدن به افطاری خود مردم نمیفهمه و یکی به اذان متوجه میشم که چی وقت آخون اذان میده اینا دیگه نان نخورن. باید اینا با بین هم دیگر هماهنگی داشته باشن، با هماهنگی وقت مشخصی تعیین شده در نماز شام به خصوص که وقت افطاریه وقتی تعیین کرده باشه و نماز صبح که اذان میشه و در اون وقت فاصله بین از اینا تقریبا 10 الی 15 دقیقه. از سوی هم شماری از عالمان دین که عدم هماهنگی میان مساجد در گفتن اذان‌ها را سبب بی‌نظمی در ادای نماز می‌دانند، تداوم این وضعیت را سبب چند دستگی در میان مردم می‌گویند. هماهنگی در بین اذان‌های صبح و شام به خصوص صبح بسیار مهمه، به خاطر که نشود که وقت گذشته باشه و مردم فکر کنند یا مقتدی ها یک محل و یک مسجد فکر کنند که هنوز صبح طلوع نکرده و هنوز همونو با خوردن ادامه بدن اما در واقع وقت گذشته باشه. در همین حال مسئولان ریاست ارشاد و حج اوقاف در هرات که از توزیع جدول زمانبندی اذان‌ها در ماه رمضان به مساجد سخن زده، از برخورد با ملا امامان که از آن خلاف ورزی کنند سخن میزنند. تذکر داده شده که مطابق جدول زمانی ریاست ارشاد حج و اوقاف و اذان‌ها را عیار بکنند و تقسیم اوقات ماه مبارک رمضان قبل از رمضان، یعنی دو روز قبل از رمضان اطلاعی از او پخش شده و در صفحات مجازی هم گذاشته شده. نزدیک به 6000 باب مسجد در شهر و ولسوالی های هرات وجود دارد که از میان 700 باب مسجد داخل شهر تنها 140 مسجد ثبت معلومات رسمی ریاست حج و اوقاف می باشد.